هیچ خانواده ای به اندازه خانواده شهدا مخالف سرسخت این روزهای تار نظام نیستند. حسین قدیانی نوشته آقای رئیس اقلیت جمهور شما همانه نیستی که قبل از انتخابات تطلو را به حضور گرمت پذیرفتی تا خانمهای شل هجاب که چه عرض کنم دخترهای رسمن برهنه تطلیتی را هم جذب خودت کنی؟ چه شده حالا که خرتان از پل گذشته با این لحن آری از منطق بنا دارید بساط کشف هجاب را جمع کنید و گیرم بنا به هر دلیل دوست دارید یک قرائت طالبانی از اسلام ارائه بدهید به شما اکیدا تذکر می دهم که هنگام نمایش این طالبانیسم تخیلی از پدرزن دگم و مایه بگذارید نه خانواده شهدا بس کنید این سوءاستفاده استفاده را بس کنید هی hey هات خانواده شهدا فقط خانواده دامادتان نیستند و فقط این چند خانواده از ما بهتران نیستند به خون پاک شهدای مدافع وطن قسم میخورم که از غذا مهمترین خواست اکثریت خانواده شهدا این است که سران جمهوری اسلامی بابت این همه فقر و فساد و تبعیض و این همه زر و زور و تزویر بسات خودشان را جمع کنند و شر خودشان را از سر این کشور کم کنند یک نظرسنجی حرفه‌ای ماید این ادعای من خواهد بود که اتفاقا هیچ خانواده اندازه خانواده شهدا مخالف سرسخت این روزهای تار و تیره نظام نیستند قدر مسلم همین که فکر میکنید با مسائل اجتماعی میتوان اینجور همراه با تحکم برخورد کرد خود به قدر کافی ثابت میکند که شما در دین من در پدر خانومتان هستید نه دین و آین شهدای این سرزمین راستی؟ آن روز که با تطلو نرد عشق میباختید چرا یاد خانواده شهدا نبودید؟ یعنی حتی در سوء استفاده تان از خانواده شهدا هم صادق نیستید و حتی اینجا هم به بیادالتی دچارید الحق که باید گفت بدا به حال شما با این همه ناراستی و خوشا به حال ما که نمیگذاریم خون پاک پدرانمان خرج این همه اکاذیب شود به قرآن که بزرگترین دشمن خط و ربط بابا اکبر و بابا اکبرها خود شما اید کجا شهدا این همه بد بودند که شما بدید کجا شهدا این همه ناکارآمد بودند که شما ناکارآمدید کجا شهدا این همه برای خدا و خلق خدا بیسود بودند که شما بیسودید کجا شهدا این همه بی سواد بودن که شما بی سوادید؟ آرزوی شهدا تحقق دولت کریمه بود اما از دولت جمیله از شنبه تا پنجشنبه باید داماد رو تحمل کنیم و جمعه هم که روز تحمل خطبه های خالی از خرد پدرزن است آقای رئیس اقلیت جمهور عاقبت من شوم خواهد شد اگر در امتداد راه مردم مدار پدرم از شما و امثال شما با سراحت اعلام براعت نکنم و اگر این همه تضاد و تناقض شما و امثال شما را ایان نکنم نه شاهدان نرفتند که جمهوری اسلامی جهنم کند دنیای جمهور را اسلام فقط یک دین نیست یک ایدئولوژی سیاسی بسیار تمامیت خواهد و اگر در فردای آزادی ایران شما اجازه بدید که یک شاخه ای از اسلامگرایی بیاد وارد عرصه سیاست بشه چل سال دیگه انقلاب اسلامی بعدی رو خواهیم داشت قطعا اینطوره برای که در مورد افغانستان شما دیدین با اینکه طالبان رو انداختن 20 سال به اصطلاح فضای مداراگر اسلامی اسلام خوبه که میگفتن اومد بر سر کار دیدین بعد از 20 سال دو مرتبه طالبانی قدرت گرفت و از آن جایی که اسلام در هر جا میره همه چیو با هم میخواد و میخواد حکومت رو بگیره و بقیه رو میرونه عقب در نتیجه به بم... مرور بعد از سی چل سال دیگه ما انقلاب اسلامی بعدی تجربه میکنیم محمد مهاجری میگوید منابع دولتی میگویند با موافقت آمریکایی ها پس از تبادل چند زندانی طرفین 6 میلیارد دلار دارایی ایران در کره جنوبی آزاد شده اولا مطالبه ایران از کره جنوبی 7 میلیارد دلار بوده که یک میلیاردش آب رفته. سانیان این مبلغ به یک بانک قطری پرداخت می شود و سالسان مدیریت هزینه آن به طور کامل با ایران نیست و با آن صرفا می توان کاله های غیر تحریمی خرید. دو سال و دو ماه قبل خرداد 1400 که مذاکرات در جریان بود علاوه بر آزادی زندانیان و رهاسازی 7 میلیارد دلار مطالبات از کره پولهای مسدود شده در ژاپن هم میتوانه سازاد شود و نکته مهمی که چون مذاکرات 1400 با موضوع احیای برجام صورت می گرفت همه پولهای ایران نقدن وصول میشد و محل هزینش به دلخواه دولت جمهوری اسلامی بود مانع تراشی های آن موقع و سپس ادامه مذاکرات توسط تیم علی باقری کنی باید شد بعد از دو سال به همان نقطه ای برسیم که در سال 1400 رسیدیم اگر این 7 میلیارد دلار و نه 6 میلیارد همان موقع آزاد میشد هم ارزش افسودش در دو سال اخیر نصیب ایران میشد و ضمناً مننت قطر و عمان هم سرمان نبود از برکت دیپلماسی دولت رئیسی فقط در این فقره دو سال عقب افتادیم و با همه خالی بندی هایی که تخصص دولت ایشان است نه در اقتصاد نه در روابط بین الملل، حتی با همسایگان و نه در حوزه های فرهنگی و اجتماعی حتی یک قدم جلو نرفته ایم. کاش معجزه ای میشد و خداوند دو سال باقی مانده ریاست جمهوری او را به ملت ایران میبخشید. این تونل پردیس به سمت تهران همونجور که میبینید الان داخل تونل هستیم و بیرون تونل هم خواهید دید که هیچ بارندگی وجود نداره ولی همیشه همیشه از اینجا که رد میشی شیشه ماشین خیز میشه میبینید. همیشه این خیزی رو میبینید تونل کی ریزش بکنه خدا میدونه ویدیویی در شبکه های اجتماعی منتشر شده که حضور دختران و پسران اسکیت باز در خیابان های تهران را نشان می دهد. در این ویدیو شمار زیادی از دختران تهرانی دیده می شوند که بدون هجاب اجباری و پوشش مد نظر حکومت در خیابان حاضر شدند. در شرح این ویدیو که به شکل گستردهی در شبکه های اجتماعی منتشر شده آمده ما شادی به جامعه تزدیق می آقای رئیس. در بخش از این ویدیو حضور افرادی نیز دیده می شود که به نظر از معموران حکومتی جمهوری اسلامی هستند. اما دختران و پسران تهرانی بدون واهمه از حضور آنها به سکیت بازی خود ادامه می دهند. حضور گسترده دختران تهرانی بدون حجاب اجباری در خیابانها در شرایطی صورت گرفت که حکومت ایران فشارها برای تحمیل پوشش مد نظر خود را شدت بخشیده و اخبار پولون به کسب و کارها به بهانه ارائه خدمات به زنان بیهجاب به تناوب از رسانه ها منتشر می شود. سخنگوی قوه قضایی از تشکیل بیش از 2200 پرونده قضایی با موضوع کشف هجاب در چهار ماه اول سال خبر داده و گفته بود که از مجموع پرونده های هجاب 825 فقره منجر به محکومیت شده است. با این وجود ابعاد نافرمانی مدنی زنان و دختران ایرانی در مقابل سیاست سلطه‌گرانه هجاب اجباری هر روز گسترده تر شده و روزانه ویدیوها و تصاویر متعددی در شبکه اجتماعی منتشر می جود که در آن زنان ایران با برداشتن حجاب مخالفت خود را با پوشش حجاب اجباری نشان میدهند.